سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه نگرش نو با کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر میترا بابک متخصص روانکاوی و پژوهشگر. من زهره حقبالی هستم از رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و امروز گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر میترا بابک. خانم دکتر بابک عزیز سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی آغاز کرده باشین. بفرمایین باب گفتگو رو با شنوندگان ما باز کنید تا بریم سراغ سوالات امروز. بله، با درود و سلام بسیار گرم به تک تک شما عزیزان و همچنین عزیزانی که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم و امیدوارم که بتونیم بیشتر و بیشتر از هم دیگر بیاموزیم، مخصوصا در برنامه امروز ما که دنباله برنامه هفته گذشتمون بود. از کودکان شروع کردیم، تربیت و نظم دادن به کودک و حال رسیدیم در این هفته به نوجوانان ما. بله همینطوره، هفته گذشته ما در مورد آموزش نظم از زمان جنینی تا کودکی صحبت کردیم و امروز میخوایم در مورد آموزش نظم به نوجوانان صحبت کنیم. سوال این هست خان دکتر که اگه فرزند نوجوانی تا الان نظم رو به درستی یاد نگرفته، آیا میشه بهش آموزش داد؟ و اینکه پدر و مادر چطور باید با یک نوجوان با توجه به ویژگی های سن بلوغ رفتار کنن و نظم رو بهش یاد بدن؟ سوال خیلی مهمیه، برای اینکه خیلی از ماها از دستمون در رفته و کودکی فرزندمون رو مراقب نبودیم و شاید بلد نبودیم و شاید گرفتار مشکلات بسیار پیچیده خانه و خانواده و خانواده بیرونی و درونی، اجتماع، اقتصاد خانه و خانواده، و هر حال خیلی از ماها از دستمون در رفت به دلایل مختلف. و مهمه که ببینیم چیکار باید بکنیم که اگر از کودکی نیاموختن، اول اینکه خب میدونیم که بسیار مهمه از کودکی بچه رو در نظم قرار بدیم، نه با خشونت، نه با حالتی که کودک بزرگه و باید ما رو درک کنه و بفهمه، بلکه به زبان کودک. وقتی میگم به زبان کودک، اصلا منظورم این نیستش که مثل بچه باهاش حرف بزنیم، تون صدامون رو مثل بچه بکنیم، بلکه طبق روح و روان و سن بچه باهاش صحبت کنیم. منظورم اینه، چون تو فرهنگ ما متاسفانه هنوز خیلی معموله که با بچه که حرف میزنن تون صدای بالغ خیلی کودکانه و لوس میشه و با بچهش اینجوری در ارتباط قرار میگیره که این کار درست نیست به نظر من. خب پس مهمه که از ابتدا شروع کنیم، ولی اگر دستمون در رفته و نوجوان ما حال نوجوان شده، خب کارو خیلی سخت‌تر میکنه، ولی غیر ممکن نمیکنه. مثلا اینجا اینه که ما در درجه اول چه برای کودک خودمون و چه برای نوجوان خودمون باید حتما حتما خودمون الگو باشیم. ما نمیتونیم نظم نداشته باشیم و از فرزند جوانمون بخوام که نظم داشته باشه، زیرا که ما الگو بچه‌هامون هستیم دیگه، اونا از ما اکتساب میکنن و میاموزن. و خیلی هم دردناکتر و سختتر براشون وقتی ببینن که خودمون نظمی نداریم و از اونها نظم میخوایم، بیشتر شورشی میشن و بیشتر میجنگن با ما. اما مهم اینه که از دستمون در رفته، احترام به نوجوان رو حواسمون باشه. اگر از کودکی داد بیداد سرش کردیم، حال دیگه نوجوانه. نوجوان یه حال روز خیلی متفاوتی داره، یه لحظه 5 ساله است، یه لحظه 15 ساله و 12 ساله و هر سنی که هست، یه لحظه 25 ساله است. یعنی واقعا خودش با درون خودش خیلی گمگشته است و هورمون ها رو در نظر بگیریم، فراموش نکنیم که هورمون هاشون شدیدن بالا پایین میشه، که من همه پدر مادرم میگم که وقتی که این حال روز بهشون دست میده، قشنگ به بچه ها بگیم که میفهمم الان نوجوانی، هورمونای نوجوان بالا پایین رفته، الان مثلا حالت
الان عصبانی هستی، چون میبینی جامعه یه لحظه عصبانیه، یه لحظه غمگینه، یه روز عاشقه، یه روز فارغه، یه روز متنفره، یه روز خیلی دوست داره. این حال روزا و مودایی که بالا پایین میشه تقریبا طبیعیه برای بچه ها، برای نوجوانان. پس حال اونا رو باید بدونیم و با حال روز نوجوانی، هورمون نوجوانیشون نجنگیم. یادم یکی از فامیلیایی که من باشون کار میکردم، وقتی به پدر مادر گفتم که در مورد هورموناشون، دیگه بعدن که دوباره میمادن تراپی، بسن چقدر جالبه خود حالا پسرمون، هم دخترمون هم پسرمون، هر دوتاشون وقتی که حالت متفاوت بهشون دست میده فورا خودشون میگن که مامان هورمونم بالا پایین شده یا بابا هورمونم بالا پایین شده. یعنی خودشون هم حالا متوجه این قضیه شدن و همین باعث میشه که وقتی انسان خودش متوجه حوز زمانی و مکانی و بیولوژیکلی بدنش و مایندش بشه، کارو خیلی سونتر میکنه. و همین دلیل خوبه که آگاه باشیم در درجه اول. بسیاری از پدر مادرای یادشون رفته که خودشون هم تینیجر بودن و این اصلا اجازه کودکی و تینیجری بهشون داده نشد که یادشون بمونه. اینه که حالا میخوایم پدر مادرها این روزها خیلی متفاوت برخورد بکنن. احترام حرف اولو میزنه، بهشونم احترام بذارم، با صدای بلند باهاش حرف نزنم، داد بیداد باش نکنم. ببینید نوجوان خیلی انرژی داره و نکنیم خودمون رو کیس باکس نوجوانمون که از بیرون و از هر چیز دیگه ناراحته سر ما خالی کنه وقتی که ما باهاش کل کل میکنیم. وقتی نوجوان میاد خونه باید بدونیم چه حال روزی داره. ممکنه تو مدرسه اذیت شده، ممکنه که اتفاقی براش افتاده، هر دلیلی، ممکنه عاشق شده، به هر دلیلی نوجوان حال روز خوبی نداره. به همین دلیل دوباره باید ما حواسمون به حال و روان نوجوانمون باشه. متاسفانه به خاطر مشکلاتی که عزیزای ما در ایران دارن و بعضی عزیزامون در خارج از کشور حتی، فکر میکنن که نوجوان باید درک کنه پدر و مادر رو. کودک و نوجوان وظیفه درک کردن موقعیت پدر مادر رو نداره، بلکه پدر مادر وظیفه درک کردن موقعیت خودش و همچنین موقعیت حال روز فرزندش رو داره. من اصلا منظورم این نیستش که به کودک نظم ندیم. حال میرسیم به نظمش. پس احترام حرف اول رو میزنه. مناسب بودن زمان و مکان با صحبت کردن با کودکم بسیار مهمه. اگر کودکم نظم رو نیاموخته کمکش کنم روزی که حالش مودش خوبه کمکش کنم اتاقش رو تمیز کنه. موقعی که دارم اتاقش رو تمیز میکنم ازش خواهش کنم که ماما جون بیا کمکم کن، بابا جون بیا کمکم کن. اون میاد اگر با زبان خوش، اولشم اگر نیاد بعد کم 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 کوچولو بهش تسک و وظیفه بدیم که این زحمت ببر. اون وقتی با احترام به بچه‌مون حرف میزنیم بچه‌مون شرمنده میشه، ولی وقتی با خشونت و داد و بیداد و پرونده گذشته رو بیارم خودم رو قربانی نشون بدم که من بدبخت بیچاره از صبح تا حالا اینقدر زحمت میکشم هیچ کس قدر من، کودک بیشتر عصبانی میشه از دستمون و بیشتر لج میکنه. اما وقتی با خواهش و احترام باش صحبت میکنیم احساس وظیفش خیلی بیشتر میشه، وجدانش بیدار میشه و شروع میکنی کمک کردن. اونجور موقع ها که مورش هم خوب رو داریم با هم همراهی و همکاری میکنیم، یا پدر به فرض داره باغبانی میکنه، داره یه کار فنی تو خونه میکنه، لوله کشی میکنه، هر کاری، نظافت خونه، هر کاری پدر مادر، اگر بروی خوش بچهشون رو صدا کنن که برو جون بیا کمکم کنی، چکشو بده، اون بچه و نوجوان دوست داره همراهی و همکاری رو. ولی زمانی که نشسته داره فیلمشو یا گیمشو بازی میکنه یا درس داره طبیعتا دوست نداره بیاد، یا این حال روز هورمونیش به هم ریخته است، اون لحظه دلش نمیخواد بیاد. اما باید یادش بدیم اگر از کودکی باهاش این رفتارا رو نکردیم، اگر بازی باهاش نکردیم، حال پدر مادر باید بازی هایی که دوست داره رو باهاش شیر کنیم. مخصوصا پدر و پسر، پدر و دختر، پدر نقش بسیار اساسی داره
نقش فقط نقش مادر نیست، حتی نقش تمیزکاری هم نقش مادر فقط نیست. اونجاست که کودک کم 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 داره یه روتین یاد میگیره. اتاق خودشو ببینین، تینیجر اتاق خودشو تمیز نمیکنه. یادم یکی از مراجعین من، پسر 15 سالش، به من گفت من اگر اتاقمو تمیز کنم، دوستام یه بار اومدن دیدن اتاق من تمیزه، مسخرم کردن. تینیجر یه همچی حال روزی داره، همش میخواد مثل دیگران باشه، ادای دیگران رو در بیاره، قضاوت روش نشه، دوستاش قضاوتش نکنن. خیلی گیر ندیم. اگر احیانا ظرف شکستنی زیر تختش گذاشته یا تو اتاقش گذاشته، فقط ازش خواهش کنیم که مراقبت بکنه از نظر بهداشتی و از نظر خطر. من لطفا مامان جان اینو من دارم میبرم پایین، بابا جان اینم تو بیار پایین لطفا. پا میشه، یه قوری ممکنه بزنه چون عادت به نظم نداره، ولی پا میشه میاره. وقتی که آورد بعد آدم ازش تشکر کنه. یه کنتراکت باید با ما با نوجوانانمون ببندیم، با روی خوش و با اعصاب خوب. یادمون باشه هرگز با اعصاب بد با بچه‌مون حرف نزنیم، چون یک احساس گناه میگیره، دو احساس خشم و نفرت. و هر وقتم که کار بدی کرده دو سه تا نفس عمیق بکشیم که با خشونت برخورد نکنیم، یه خود آروم بشیم، چون نفس عمیق خیلی کمک میکنه به هورمون مغز و کمیکال مغز ما که بتونیم آروم تر با بچه‌مون صحبت کنیم. ببین بچه‌مون تینیجر دقیقا نمیخواد گوش کنه. اصلا زمان تینیجر، عمر تینیجر همینه که گوش نباید بکنی به پدر مادرت، وگرنه بچه ای، مگر من بچه هم. این حال روز جره، اینه که توقع بیش از حد کودکی رو ازش نداشته باشیم. اجازه بدیم که اکسپریانس کنه، خودش حتما حتما باید تجربه کسب کنه، حتی اگر که شکست خورد، حتی اگر که اذیت شد، نه به حالت خطرناک طبیعتاً که جونش در خطر باشه، ولی از مثلا درسشو نخوند، رفت جریمه شد، هیچ اشکالی نداره. این تجربه است باید بیاموزه، این تجربه باید اجازه بدیم که مون داشته باشه. موقعی که خطرناک و استراریه، فرض کنیم بچه به حرف پدر مادر گوش نکرده، ماشینشو برداشته برده بدونی که اجازه بگیره، حالا یه تصادف کوچیک، حالا اولین کاری که باید بکنه با پدر مادرش تماس بگیره. ولی اکثر پدر مادر یا اومده اتفاقی حالا افتاده، خطرم نداره، ولی تو دوستشو برده بیمارستان به فرض، حالا هر اتفاقی، کودک ما، نوجوان ما، جوان ما، فرزند ما، باید به اولین کسی که خیالش راحته و باید زنگ بزنه پدر مادره. ولی در فرهنگ ما آخر کسیه که به فکر بچه میرسه که زنگ بزنه به پدر یا مادرش. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر هوار و داد و نفرین احساس گناه میشنوه که جرأت نمیکنه به خانوادهش زنگ بزنه، چون اولین حرفی که پدر مادر میزنن تحقیر کودک و تحمیق کودک و خطونشون کشیدن برای کودک. طبیعتا فرزند میترسه که به پدر مادرش زنگ بزنه، در صورتی که و اولین سوالی هم که به فرض پدر مادر میکنن، بعد اول یه داد بیداد میکنن، میگن ماشین رو زدی خراب کردی. یعنی قبل از اینی که سوال بکنن از فرزندشون، بچم، بابم، عزیزم، حالت خوب، اصولا این سوال پدر مادر شرقی نمی کنه. در صورتی که در دنیای غرب بدترین کارم بچه کرده باشه، فرزند کرده باشه، یا هر کسی کرده باشه، تو فرهنگشون اولین حرفشون، اولین سوالشون اینه که آیا خودت خوب، خودت مشکلی نداری؟ It's okay، نگران نشو، من الان خودمو میرسونم. ببین چقدر فرقه بین اینجور طرز صحبت کردنه یا اینکه داد بیداد بکنم بگم فقط دستم بهت برسه. خب طبیعتا کودک پنهانکار میشه، فرزند پنهانکار میشه، همسر پنهانکار میشه، فهم میکنه عزیز تو در خانه پنهانکار میشه، دروغگو میشه، ازت میترسه. و زمانی که ما بترسیم دیگه دوست نداری. پس نظم رو باید هدفمندی خیلی مهمه، هدف رو براش بذاریم. تشویق اصلا بیداد میکنه. حواسمون به احساسات بچه‌مون باشه که گفتم چقدر احساساتش متفاوت میشه. مشارکت تو کار خونه خیلی مهمه عزیزم. چه تو دوست داری چش، یه قرارداد باید ببندیم.
اگه دو تا بچه داریم، تو شنبه ها ظرف رو میشوری، تو دوست داری چه شبی ظرف رو بشوری، تو دوست داری چه روزی مثلا دستشویی رو بشوری. تسک و یا گل و یا هدف میدیم به بچه ها تو قرار دادیم، این روز مامان میشوره، این روز بابا میشوره، این روز تو میشوری. وقتی همچین مشارکت توی خانه باشه، کودکی هم که نظم یاد نگرفته حالا کم کم یاد میگیره، و اگر احیانا کاری که قرار بود، مسئولیتی که قرار بود انجام نده، تو کنتراکت و قرارداد می‌نویسیم اگر انجام داده نشه باید خودش طرف، هر کس هست، چه پدر مادر چه فرزند، عذرخواهی کنه از اینی که امشب نمیتونم بشورم ولی فردا حتما به جای مامانم هم فردا میشونم هم پس فردا مثلا. و اگر احیانا تو مسئولیتی که قرار بود انجام بده داره سرکشی میکنه و بیادبی میکنه و داد بیداد میکنه، حتما نظم میخواد. ما نمیخوایم بچه‌مون رو لوس بکنیم، حتما باید بدونه که از کامپیوترش نمیتونه استفاده کنه یا از اینترنت نمیتونه استفاده کنه، باید بدونه که عواقب داره اگر که حرمت قائل نشه، اگر که به مسئولیتش واقف نباشه، طبیعتاً عواقب خودش رو داره. فرصت بدیم که کودکمون خودش مسئولیت شخصی خودش رو و یه مشکلی که خودش به وجود آورده اگر که احتیاج به کمک ما نداره خودش انجام بده. زود برای بچه‌مون تکلیف مدرسه‌شو ننویسیم، زود مامان به تنهایی یا بابا یواشکی یا مامان یواشکی ندو کارتو کارش بچه‌تو انجام بده که باباش دعواش نکنه یا معلمش دعواش نکنه. این کار بسیار غلطه. همراهی پدر مادر بسیار مهمه، اما هیچ پدر و مادری حق خشونت لفظی و فیزیکی رو هرگز نداره و حتما پدر یا مادر باید جلوی اون پدر یا مادر غیر اصولی بایسته و اگر فراتر رفت حتما باید اقدام قانونی بشه و پلیس زنگ زده بشه. این فقط یه پرانتز بود برای حقوق کودک، یادمون داره. و مشارکت های انسان دوستانه خیلی مهمه. اگر نظر کوچیک شده مامان جون کسی رو میشناسی که بدیم بهش، یا بیا با هم دیگه ببریم توی خیریه، بدیم به خیریه، یا اینکه سمساری بدیم اگه وسایلت احتیاج نداری که بتونیم به دست کسی بدیم. میدونی که کانونای خیریه هم در ایران و اینجا هم در کشورهای اروپایی آمریکایی چریتی شاپ هست، مغازه های خیریه هست که همش مال سازمان های بزرگ خیریه ثبت شده است و این کار خیریه. از اونجا خرید کردن کار بسیار اخلاقی و اصولیه. به فرزندمون یاد بدیم که اگر تو از اینجا بخری، عوضش پولی که ما به اینو میدیم میره برای به فرض کنسل یا سرطان، یا میره برای کودکان بیکار یا هر چیزی دیگه. و یا اگر که تو لباستو که دیگه نمیخوای بدی عوضش میفروشن. اینا رو باید به بچه‌هامون یاد بدیم. اعتماد به نفس اگر میبینیم بچه‌مون نداره، باید اعتماد به نفسشو با اعتماد به خود بچه‌مون برگردونیم. تشویق بیداد میکنه، بیداد میکنه. نصیحت خواهش میکنم نکنید، حرفای تکراری نزنید و جملاتتون رو کوتاه بگید و پاشید بری اگه دیدید داره به کلکل میرسه. اگر این پرده ها رو نگه دارید، کودک این مراحل نوجوانیش رو با نظم بهتری میگذرونه، سالمتن. یک چیزی که بسیار مهمه، کودک و نوجوان دنیای جنسی خودش رو میخواد بشناسه. تمنای من از همه پدر مادرها اینه که اون فضای خصوصی رو به فرزندتون بدید. نرین دم در دستشویی درگی در قفل کرده، تق تق، یا در اتاقش رو قفل کرده تق 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 بزنیم که چه غلطی داری میکنی. کودک و نوجوان، مخصوصا نوجوان، خود ارضایی میکنه، دنیای خودش رو میخواد بشناسه و این کاملا نرمال و طبیعیه. تمنای من از شما اینه که این مرحله بسیار حساس و مهم رو ازش با خشونت و تحقیر و یا تهدید نگیرید و بچه‌تون رو بیمار تحویل ندید. اجازه اون فضای خصوصی رو به فرزندتون بدید. حواستون به فرزندتون باید باشه بدون شک،
مخصوص کودک و نوجوان، ولی دائما سر کشیدن به فضای خصوصیش اونو پنهانکارتر و عصبانیتر و لجبازتر میکنه. بذارین احساس بکنه که فضول و یا جاسوس نیستید و میتونه که دنیای خصوصی خودش رو تا اونجایی که خطر براش البته نداره اجازه بدین که دنیای خصوصی خودش رو داشته باشه. من خیلی صحبت کردم، میدونم که وقتمون کمه، ولی خب اینقدر که صحبت ها زیاده، میریم برای سوال بعدی. ممنون از شما و بنابراین ما یاد میگیریم که به عنوان والدین اول از خودمون شروع کنیم، الگوی خوبی برای نوجوانمون باشیم در نظم و بعد از بچه ها بخوایم که منظم باشن. اما این سوال پیش میاد که این روزا نوجوان ها خیلی دوست دارن مستقل رفتار کنن. با توجه به ورود دنیای اینترنت به زندگی ماها، والدینی هم هستن که از اینترنت و دنیای تکنولوژی دور هستن و اطلاعات چندانی ندارن. بنابراین برای کنترل مناسب بچه ها و یا نظم دادن به اونها در استفاده از وسایل ارتباط جمعی یا اینترنت و موبایل و تبلت دچار مشکل میشن. ما چطور میتونیم یه نظمی رو به بچه هامون بدیم در سن نوجوانی، هم اینکه اونها در استفاده از فضای مجازی خطری تهدیدشون نکنه و هم اینکه به درسشون لطمه نخوره؟ و سوال دوم این که ما بعضی موقع ها میشینیم با نوجوانمون با خوشرویی برنامه رو تنظیم میکنیم، از تشویقها و قراردادها هم استفاده میکنیم، اما نوجوان بعد از دو سه روز انجام اون روتین برنامه رو رها میکنه. اینجور مواقع پدر و مادر باید چطور رفتار کنه؟ پس سوال دومتون رو اول از پاسخ بدم. نه، زمانی که سه روز انجام میده، یه هفته انجام میده، بعد یادش میره، یادآوری بهش میکنیم و اگر دیدیم باز داره اهمیت نمیده به مسئولیتش و به قرار دادمون، این قرارداد پدر و مادر و بچه ها امضا کنن، خیلی مهمه، با خنده و خوشروی، نه با خشونت. و وقتی هم که بچه انجام نمیده، حتما باید به نوعی تعقیب بشه این قضیه. یعنی خیلی جدی شما باید بگیرین رو روتین و قرار سفت و محکم نیستید و اجازه نمیدید که بچه تفره بره از قضیه. اگر تفره میره باید بهاشو بده، بهاش هم گرفتن موبایلشه یا اجازه ندادن به فرض از لپتاپشه، هر چیزی که، یا با دوستش میخواسته بره بیرون نمیتونه بره بیرون به خاطر اینکه روتینش، نه به خشونت. ببینید، حواستون خیلی باشه، اگه کنی خیلی خراب کردین، همه کنتراکت هم لج میکنه میزنه زیر پا. بلکه خیلی آروم ببین ماما جان، قرار ما این بود، الان دو روزم بهت فرصت دادیم، ببین بابا جون سه روزم بهت فرصت دادیم، بازم انجام ندادی، متاسفم، تو قرار دادمون اگه منم همین کارو نکنم، مامانت هم این کارو نکنیم، همین تنبیه میشه، چیزی که علاقه منده بهش رو نمیتونه داشته باشه. بعد دیگه تا میاد شروع کنه کرکن، نه بابا جان، دی خود اعصاب، نه اعصاب خود تو خود کن، انرژی مصرف کنیم برای هم دیگه، همین. و پشیم به یه بهانه تموم سر رو نذاریم که کل کل بکنن، میرم تو فکر. بچه ها خیلی اسمارتن، متوجه میشن که خب پس برم زودتر انجام بدم. میاد ممکنه که بیاد خودی با خشونت هم تق ظرفا رو بشوره، تق یه جوری مثلا خشونتش رو نشون بده که دارم لج میکنم، حالا که اینجوری گفتین اوکی میکنم. اصلا بروش نیارین که چه ظرف رو زدی، یا حتی اگر یه وقتی یه ظرفی شکست اصلا خودتونه، اصلا انگار که کر بودی، کور بودی، نشنیدی، چون اون میخواد جلب توجه بکنه، شما دعواش بکنین که بره توی اون قسمت قربانی و پرمی و دلش برای خودش بسوزه و بیشتر بهانه کنه، لج کنه، به همین سادگی. در مورد سوال اولتون، نه، کودکان تا 16 سالگی، اول در قانون اروپا در تا 16 سالگی پدر مادر مسئولیت کامل دارن که اکسس داشته باشن. دنیای خصوصی کودک یه بخش قضیه است، ولی سلامت فردیش، خانوادگیش و اجتماعی و مدرسه و اجتماعیش بخش دیگه است و یا سیاسیش در ایران یه بخش دیگه است. اینا مسائلی که خیلی مهمه و پدر مادر حق دارن دخالت
داشته باشن، حواسشون جمع باشه. پدر مادر در درجه اول نباید انقدر از دنیای اینترنت و دنیای تکنولوژی بترسن. من توی سمینارهای یه سرویس برای NHS درست کردم، میدونستم فامیلی کانسلینگ سرویس، یکی از کارهایی که توی اون بخش سرویس خودم انجام دادم کامپیوتر و تعلیم کامپیوتر بود و باید برن یاد بگیرن. بچه ها خودشون به پدر مادرشون یاد برن، یاد اگر حوصله ندارن بچه ها هیچ اشکالی نداره، بهتره که پدر مادر از کسی دیگه بیاموزن. خیلی آسونه، ما میدونیم اگر یه چیزی به ترسیم بیشتر فکر میکنیم که خنگیم، یاد نمیگیریم، در صورتی که فقط ترس غیر واقعیه. پس وظیفه اصلی پدر مادر به نظر من درجه اول آموختن راهیابی به اینترنت، کامپیوتر، لپتاپ و موبایل و استفاده مفید و درست ازش کردن خوده. و زمانی که من پدر یا مادر بلد باشم، پس حالا بهترم میتونم به جای اینکه دلشوره داشته باشم و تو متهم کنم و اتهام بزنم، خودم حواسم هست و میدونم و بچه من میدونه و میتونم میدونه که من بلدم. اینه که و از همه مهمتر دوباره بچه همون رو باید آموزش بدیم. اگر که بچه ها از صدای ما نمیشنون، از صدای عموی، خاله، دوستی، کسی که بچه ها باش راحت ترن که دوستانه وارد بشه و حواس بچه ها رو به پیدوفایل هایی که توی این دنیای فضایی اینترنت خودشون رو تینیجر جا میزن، مرد 40-50 ساله است و گول میزنه دختره رو، و یا خود داعش چقدر شکارچی بزرگی بود و هنوزم هست، حواسمون باشه که بچه همون چه ایده و عقیده هایی دارن و حواسمون باشه که بچه کجا میرن سرچ میکنن. برای کودکان، برای خود اینترنت، تمام سرویس ها اگر باهاشون تماس بگیریم بهتون میگن، بهتون راهکار یاد میدن که اگه بچه زیر سن دارین چجوری لپتاپشون رو، تابلتشون رو، تلفنشون رو، هر چیزی که تو دستشون هست شما میتونین بلاک کنن، نتونن وارد سایت هایی بشن. اینا میتونین از بردبنداتون سوال بکنین، از سرویس هایی که گرفتین سوال بکنین که خیالتون هم راحت تر باشه. ولی اگر بچه‌تون عاشق شده، خواهش میکنم دنیای فضای آزادش رو بهش بدین، چون مطمئن بشین که فردا فارغ میشه. عاشق شدن و فارغ شدن بیاموزه که فردا پوست روانیش ضخیم باشه، تو رابطه ها نه اسیر بشه و نه اسیر بکنه. خیلی ممنون از پاسخهای کامل و جامع شما خانم دکتر. بله متاسفانه وقت ما تمام شد و سوالات زیادی در ذهن ما و شنوندگان ماست که این سوالات رو موکول میکنیم به هفته های آینده. نه عزیزم، خوشحالم که در کنارتون بودم، امیدوارم که مثمر و ثمر بودیم تو این برنامه. پس هفته آینده به سوالات شما من پاسخ میدم. شب و روز شما خوب و خوش و آرام باد. سپاس از شما خانم دکتر میترا بابک عزیز و ممنون از شما شنوندگان خوب برنامه نگرش نو. تا هفته آینده، بدرود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.